فرار مولوی انصاری از مناظره با علمای هرات. آمادگی گلبدین حکمتیار برای محاصره ارگ. و طالبان توافقنامه با امریکا را نقض نکرده ایم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبری این کانال خوش آمدید. لطفاً تا پایان با ما باشید. وزارت ارشاد حج و اوقاف می گوید که مولوی مجیب رحمان انصاری خطیب مسجد گذرگاه هرات به مناظره با علمای هرات حاضر نشده است. با گزارش سپوتنیک با نقل از خامه پرس، این وزارت با نشر خبرنامه روز گذشته چهارشنبه 24 فوریه گفته است که اخیراً علمای ولایت هرات از مولوی انصاری دعوت کرده بودند که با حضور داشت آنها در یک مناظره رسانه‌ای پیرامون اظهارات غیر مسئولانه اخیر خود توضیح دهد. بر اساس اعلام این خبرنامه، علمای ولایت هرات از مولوی انصاری خواسته بودند که در خصوص گفته های اخیرش برای مردم، مجموعه علما، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در یک مناظره رسانه‌ای توضیح دهد. اما وی به این درخواست پاسخ نداده و حاضر به مناظره نشده است. مولوی مجیب رحمان انصاری خطیب مسجد گذرگاه هرات در یکی از سخنرانی های خود گفته بود که حمایت از نظام کنونی افغانستان گناه کبیر محسوب می شود. با گفته وی، هر کسی که از این نظام حمایت کند مرتکب گناه کبیره شده و در فساد نظام کنونی شریک خواهد بود. او همچنان علاوه کرده بود علمایی که از نظام کنونی افغانستان حمایت می کنند در شمار یهود و نصارا می روند، زیرا آنان از یک نظام فاسد پشتیبانی می کنند. این مولوی از نیروهای امنیتی نیز خواسته بود که دست از حمایت این نظام برداشته و با مفسدین همراه نشوند. این اظهارات آقای انصاری واکنش های زیاد سیاسیون، علما و شهروندان افغانستان را برانگیخت، به طوری که بسیاری این گفته های وی را خواسته استخبارات بیگانه توصیف کردند. شورای امنیت ملی در این خصوص گفته بود که در مورد گفته های مولوی انصاری که آیا استخبارات بیرونی در پشت این گفته ها دخیلن تحقیق می کند. از سوی هم سید وحید قتالی والی هرات در واکنش به اظهارات مولوی انصاری گفته بود که هرات جایی برای تولید داعش نیست. آقای قتالی هشدار داده بود که اجازه نخواهد داد تا پرچم پلید داعش در شهر هرات برافراشته شود. وی از مولوی انصاری خواسته بود که پایش را از گلیم خود دراز نکند. این در حالی است که در روزهای گذشته نیز شمار از علمای ولایت‌های مختلف اظهارات جانبدارانه و غیر مسئولانه مولوی انصاری را پیرامون قضایای جاری در کشور و موقف علما و نیروهای دفاعی در مورد نظام کنونی افغانستان بیجا و فدوای جاهلانه خواندند و آن را بدون مجوز شرعی دانستند. با نقل از بشیر احمد قاسانی، منبع، در حزب اسلامی خبر دادند که آمادگی هایشان برای راه اندازی یک تظاهرات بزرگ در کابل در حال نهایی شدن است. طالبان توافقنامه با امریکا را نقض نکرده ایم. نماینده طالبان اظهار داشته است که طالبان توافقنامه امضا شده با امریکا را رعایت می نماید. با گزارش اسپوتنیک، محمد نعیم نماینده رسمی دفتر سیاسی طالبان که عضو هیئت مذاکرات طالبان با دولت کابل می باشد، اظهار داشته است که طالبان تمام مسئولیت های خود را در چوکاد توافقنامه صلح که سال گذشته در قطر با امریکا امضا شد کاملا رعایت می نماید. مسئولیت نقض توافقنامه به دوش جناح دیگر است. وی افزود، بعد از امضای توافقنامه با امریکا در جریان سال جاری ما کاملا تمام مسئولیت های خود را عملی نمودیم. از طرف ما هیچ نوع تخلف صورت نگرفته است، اما حملات خود را علیه ایشان متوقف نمودیم و از قلمرو افغانستان آنها را تهدید نکردیم. پیشرفت های در عملی نمودن توافقات وجود دارد و گام های منجمله در عرصه
خروج نیروهای خارجی از افغانستان به خصوص نیروهای امریکایی برداشته شده است، اما جنای دیگر توافقنامه را نقض می کند و بعض ماده های توافقنامه را رعایت نمی کند. مقامات افغانستان به مسئولیت های خود عملی نمایند. محبوسین ما را کاملا آزاد نکردند. بعد از آغاز مذاکرات مستقیم بین الافغانی و همچنان قطع عملیات نظامی، طالبان از فهرست گروپ های تروریستی حذف نگردیده است. وای افزود ما تقریبا 7000 محبوس داریم که طبق توافقنامه باید در جریان 3 ماه آزاد می شدند که نشده است. بعد از 5 ماه از آغاز نشست های بین الافغانی تا کنون هیچ نوع پیشرفت برای حذف طالبان از لست سیاه صورت نگرفته است. به گفته وی، توافقنامه نیز با ایالات متحده امریکا و دولت کابل مبنی بر جلوگیری از حمله بر مواضع طالبان، عملیات تهاجمی، حملات راکتی، هواپیماهای بدون سرنشین وجود داشت، اما تیراندازی و عملیات مقامات افغانستان با پشتیبانی نیروهای خارجی جریان دارد. آنها به مواضع مبارزان ما حمله می کنند، عملیات تهاجمی شبانه را انجام می دهند و مجاهدین ما مجبور به دفاع از خود می شوند. حملات به غیر نظامیان، مؤسسات آموزشی، مساجد، رهبران مذهبی نیز توسط دولت در کابل سازماندهی می شود. در اخیر نعیم گفت، برای اینکه به جهانیان نشان دهیم اوضاع ناپایدار است و نیروهای خارجی را به ماندن تشویق می کنیم، این دولت ضعیف برای دفاع از خود از اتهامات بی اساس علیه ما استفاده می کنند. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بدین چینل می باشیم. لطفا نظریات نیک، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برای تان ویدیوهای خوبتر، بهتر و جالبتر را آماده سازیم. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه تان باد.